درود به بینندگان ارجمند تلویزیون ملی ایران، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو می آغازم. سرکار خانوم پارسونز، نمیدونم این چندمین پرسش هاشونه که پاسخ میدم. باز چند واژه رو پرسیدن که یکی دو سه تا یا شاید بیشتر از دو سه تاشون اصلا نادرست نوشته شده و همچی واژه‌ای ما نداریم و چون ایشون از راه گوش شنیدن بیگمان اشتباه کردن و اشتباه نوشتن. به هر حال پرسیدن مستعسل، مستعسل ناچاره یا ناچار یا به ناچار یا سردرگم، همه اینها رو میتونیم به جای واژه تازی مستعسل بگذاریم. مطمئن، آرام دل، مطمئن، آرام دل، اطمینان، آرام دلی. و اون جمله تازی که میگه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، فارسیش میشه دل آرام گیرد زیاد خدای. بنابراین تطمئن آرام گرفتن شده. بعد ایشون نوشتن استناعت، من استناعتی رو در جایی ندیدم ولی استطاعت شاید منظورشون بوده. استطاعت از فارسیش میشه توانایی، در توان داشتن. خزف، خزف با ز، هر واژه، هر چیزی که با سفال ساخته شده باشه بهش خزف میگن. مهره هایی که با گل پخته درست شده باشه خزف بهش گفته میشه. بنابراین سفال فارسی خزف. مایوس، خب معلومه ناامید. فرود آمد، افول، افول فرو افتادن یا فرود آمدن. افول، میگم ستاره بخت فلان کس افول کرد، یعنی ستارهش فرو افتاد دیگه، در بالا در آسمان نیست. تضمین، این میتونیم به جاش بگذاریم پیمان بستن، پیمان بستن. مطلق العنان، مطلق العنان خودسر، خودکامه. مسلخ، اصولا سلخ یعنی سربریده، سلاخ یعنی سربرنده. مسلخ جایی که سر میبرن، فارسیش کشتارگاه شد. فرهنگستان کشتارگاه رو گذاشت به جای مسلخ. مستوجب، شایا، شایسته. فی الیات القروت، من همچی لغتی در عمرم ندیدم، نخوندم و نشنیدم. حالا نمیدونم این چی شنیدن سرکار خانم پارسونز که این دور نوشتن فی الیا القروت. تجاهل، خود را به نادانی زدن، از جهل میاد. سفاکی، خونریزی. شنیع، شنیع با عینی که در آخرش میاد، ناپسند، چندشاور، بد. مصیبت العظما، اینا رو من نمیدونم کجا گیر میارن. مصیبت العظما، بدبختی بزرگان، یه همچین چیزی میش معنی میده. اختلاس، دزدی. معضلات، دشواری ها. مؤید و مشوق، پشتیبان و برانگیزاننده. اذعان، اذعان هم پذیرش معنی میده و هم خستو شدن، اقرار کردن. میگه من به این کار اذعان میکنم، این رو میپذیرم، خستو هستم، باور دارم. ماورا و طبیعه، آن سوی سرشت، چیزی که نمیشه برش با محاسبات دانشی و ریاضی چیزی رو، فرمولی رو نوشت. ولی حمل مسلمین، این ولی امر مسلمینه. ولی امر مسلمین یعنی کسی که سرپرست مسلمانانه و همین تا
تزی است که الان بدبختانه در ایران پیاده شده. یک آدمی که خودش سواد چندانی هم نداره، خودش رو همه کاره، سرپرست و قیم یک ملت میدونه. ملتی که با شعوره، ملتی که با فرهنگه، ملتی که ثابت کرده در این 23-24 سال اصلا باور نداره این ملاها رو. اینها تمام به خلاف اون که از روی عقده هایی که دارن خودشون رو علما مینامند، یعنی دانشمندان. خب من ندیدم تا حالا کسی خودش به خودش بگه دانشمند، خودش به خودش بگه من عالمم، من دانشمندم. میگن ما علما. حالا علمشون چیه؟ آداب دستشویی رفتن و مرده چال کردن و قرآن سر قبر خوندن، اینا برای آقایون علمه. و خودشون هم یک نفر از میان خودشون اون تزی که اول کاشف القطاع اومد درست کرد و بعدم خمینی دنبالشو گرفت و اومد در ایران پیاده کرد، بدبختی این ملت با فرهنگی بود که قرعه به نام قرعه فال به نام ما افتاد. و یه آدمی که هیچ نوع آگاهی از دانش جامعه شناسی، مردم شناسی، علم سیاست نداره، این میاد همه کاره یک ملت میشه و میگه من به جای همتون تصمیم میگیرم. بنابراین و ملت رو نابالغ فرض میکنن، نابالغی که هیچ وقت بالغ نمیشه. چون میدونید وقتی یک کسی میمیره و فرزندی ازش میمونه، تا زمانی که اون فرزند به سن 18 سالگی برسه براش ولی و سرپرست انتخاب میکنن. ولی وقتی یکی میاد میگه من ولی فقیه هستم، یعنی من همیشه سرپرست مردمم. خب مردک چرا اسمش گذاشتی جمهوری؟ جمهوری اونیست که مردم باید رأی بدن. تو که به رئیس جمهوری خودت هم که به گفته خودت 22 میلیون آدم بهش رأی دادن که اهمیت نمیدی، تو که به رأی مردم اهمیت نمیدی، تو که به نمایندگان مجلس اهمیت نمیدی، تو که نمایندگان مجلس رو دستور میدی بگیرن زندانی کنن، دیگه این چه جمهوری است؟ همون بگو من ولی فقیه هستم، کسی هم حق نداره حرف بزنه، خیال خودتون راحت کنید. به هر روی از برنامه واژه ها دور افتادیم. اشد کفرن، بدترین بیدینی. حتی المقدور، حتی المقدور، تا آنجا که بتوان. اطراف و اکناف، پیرامونیان، پیرامونها. بلا استحقاق، بلا استحقاق، ناشایسته. جهالت، نادانی. جزئیات، ریزه ها، ریزکاری ها. کلیات، بر روی هم، سر هم به اصطلاح. ذخایر، اندوخته ها. مفخر، ناز کننده، نازنده. محور اصلی، محور اصلی، ستون پالار. ببینید در ساختمان ها معمولا یک ستون هست که در اصطلاح ساختمان سازی میگن ستون حمال. فارسیش خیلی ساده تر و راحت تره. به این ستون هایی که فشار کلی ساختمان روشه میگن ستون پالار، یا حسن همون پالار، پ الف لام الف ر. و این رو میشه همون به جای محور اصلی ستون پالار گفت. خفت و خاری، خاریش فارسیه، خفت هم معنی خاری میده. موالی، بارها و بارها در برنامه بابک من گفتم موالی جمع مولاست، از واژه های نقیزه، هم به معنی سرور میاد هم به معنی بنده و برده. این هم در مورد پرسش های سرکار خانم پارسوس. اما دو نکته رو در اینجا در دشواری هایی که در گفتار و نوشتار ما هست، و به نظر من این از دوران افشاریان آغاز شده و اون کوتاه نویسی و ناقص نویسی. وقتی شما یک چیزی رو میبینید میگید فلان چیز دیده شد، ساخت دیده شد از دیدن، از ریشه دید، پسوند مفعولی ه
و فعل شدن ساخته میشه، دیده شد، این سخن گفته شد. ببینید ریشه گفتن رو گرفتن، گفته، هی که اومده ازش اسم مفعول ساخته شده گفته، و شدم که فعلی است که دنبالش. پذیرفته شد، آماده شد، همه اینها رو میبینید در چارچوب و قالب دستوری یک شکل ساخته میشه، یک دستور داره. دیده شد، گفته شد، پسندیده شد، پذیرفته شد، آماده شد، اینا همه چی. من این پایه همیشه برای اینکه ما بتونیم این نوع ساختار رو بسازیم، از فعل شدن و اسم مفعول اون فعل مورد نظر سود میبریم. پس هر جا که فعل شدن آمد قبلش اسم مفعول آمد، باید اون هش باشه. شما نشنیدید که بگن دید شد، میگن دیده شد، نمیگن گفت شد، میگن گفته شد، نمیگن رفت شد، میگن رفته شد، نمیگن پذیرفت شد، میگن پذیرفته شد. خب اگر این رو میپذیرین، پس چطور میگید دریافت شد؟ چرا نمیگیم دریافته شد؟ چرا میگید پرداخت شد؟ باید بگید پرداخته شد. چرا میگید یافت شد؟ باید بگید یافته شد. شما میبینید این یک غلطی است. باز کسانی نیان بگن که آقا این غلط مصطلحه. غلط غلطه. مصطلح بودن نمیتونه یک غلطی رو درست کنه. زبان به سامان زبانی است که درش غلط نباشه، حتی اگر مصطلح. بر این پایه شما یافت شد نگید، دریافت شد نگید، پرداخت شد نگید، دریافته شد، پرداخته شد و یافت شد. اگر میگید یافت شد، درست به همون اندازه خنده داره که بگید این چیز دید شد، این چیز گفت شد، این چیز پذیرفت شد. همین اندازه که این خنده داره، دریافت شد و پرداخت شد و یافت شد هم خنده آور. این یک نکته ای که همیشه به خصوص این در نوشتارهای اداری خیلی از این نکته ها دیده میشه. بعد میایم به یک نکته دیگری که نابجا یک فعلی رو به کار میبریم ما. ببینید حالا که به فعل شدن رسیدیم و در این زمینه بهتر یک کمی بیشتر سخن بگیم. بسیار دیده شده که به جای شدن فعل گردیدن رو ما به کار میبریم. گردیدن دو معنای شناخته شده داره. یکی چرخ زدنه، چرخ زدن بدون منظور. مثلا میگیم میریم خیابون میگردیم، یعنی چرخی میزنیم اما کاری نداریم. یا میگیم این گردونه میگرده. گردیدن، فعل گردیدن رو برای گشتن گردونه به کار میبریم. زمان وقتی که چرخی در حال چرخشه میگن این چرخ میگرده، چرخ میزنه. یه معنای دیگه هم گردیدن داره و اون دگرگون شدنه. بدبختانه در این معنا ما بسیار بسیار این فعل رو نابجا به کار میبریم، در حالی که باید به جاش از فعل شدن سود ببریم. شدن، شما نمیتونید بگید درخت سبز گردید. درسته که سبز شدن درخت دگرگونیه. اگه بگید درخت گردید یعنی دگرگون شو، خب یک چیزی که دور از ذهنه. ولی وقتی واژه سبز رو میارید که صفتیست برای درخت، باید بگید درخت سبز شد. فعل شدن رو به کار ببرید، نه فعل گردیدن رو. خوان نهار گسترده گردید. در بسیاری از نوشته‌های تاریخی دیده میشه. چرا خوان نهار گسترده گردید؟
خان ناهار گسترده شد. ببینید پارسی درست پارسی ساده هم هست، منتها پیشینیان ما به ویژه این دبیرهای بزرگان و شاهان از قلمبه نویسی و تازی نویسی و نادرست نویسی ها سود می‌بردن و بیشتر شاهان افشاری و نمیدونم قاجار اینا سواد درست فارسی که نداشتن، هرچی قلمبه تر بوده به نظرشون میمده که این بهتره. بنابراین وقتی میگیم فلان کس خشمگین شد، درسته که خشمگینی یک چرخشی است از آرامش به خشمگین شدن، ولی بهتره بگیم خشمگین شد. خشمگین گردید نباید گفت. بر اساس همین پایه نابجا به کار بردن کارواژه ها و فعل ها، ما به نکته های دیگری هم بر میخوریم. مثلا فعل ساختن رو به جای کردن ما به کار میبریم. میگن فلان چیز رو پنهان ساخت. آخه ساختن یه معنا داره. ساختن یعنی یه چیزی رو پدید آوردن. مثل اینکه این ساختمان رو ساختن. بر این پایه ساختن واژه ساختن در اندیشه یک شنونده این معنا رو میاره که یه چیزی بنا شده، یه چیزی ساخته شده. حالا این کالا رو پنهان ساخت، رفیقش رو آگاه ساخت. چرا ساخت؟ دوستش رو آگاه کرد، این رو پنهان کرد. و ده ها ماننده این. بر این پایه به جای فعل کردن، فعل ساختن رو نباید به کار برد، چون درست نیست. پارسی ساده و پارسی درستی نیست. حالا واژه پنهان رو که من آوردم، یاد یه نکته دیگه آوردم، افتادم در بسیاری جاها به جای باز فعل کردن، که من نمیدونم چرا از این فعل اینقدر میگریزند ایرانی ها و فارسی گویان، نمودن رو به کار میبرن. میهمانان را دعوت نمود. نمودن یعنی نشان دادن، یا نمودن یا نمودن یا نمودن، هر سهش درسته، یعنی نشان دادن. پس میهمانان را دعوت کرد، فرا خواند، نه اینکه دعوت نمود. یا فلان کس را خشمگین نمود، یا پرویز با هوشنگ دوستی نمود. دوستی نمود یعنی ظاهراً دوست شد، در دلش دوست نبود، چون نشون داده دوستی رو. باید بگن پرویز با هوشنگ دوستی کرد. حالا ببینید اشکال کار چه جاهایی پیش میاد. میگه گنجینه گوهرهای خود رو پنهان نمود. پنهان کردن ضد نمودنه، ضد نشون دادنه. پنهان بعد نمود. آخه مگه میشه یه چیزی رو در حالی که آدم پنهان میکنه نشونم بده؟ پس میبینید که کجای کاری رو عیب میکنه. حالا همین وضعیت در مورد ساختنه. میگن این ساختمون رو ویران ساخت. ویرانی ضد ساختنه. چطور میشه ویران ولی ساخت؟ آخه ساختن که ضد ویرانیه. پس بعد اونو گفت ویران کرد، اون رو باید پنهان کرد. یعنی همه اینها رو از فعل کردن و یا فعل شدن که در مورد دریافت شد و پرداخت شد و یا خشمگین شد و سبز شد باید به کار ببریم. ندانستن شیوه های دستوری و به نادرست به کار بردن سبب میشه که آیندگان اونها رو گمان کنند که درسته، روش فکر نکنند، اون وقت این غلط رو به کار میبرند و بعد میگن این غلط مصطلحه. غلط مصطلح دلیل خوب بودنش نیست. غلط غلطه. یک نکته دیگه که در اینجا باید ذکر بکنم، یادآوری کنم، بسیار دیدم که میگن که در پشت این کالاها، در پشت
این نوارهای موسیقی و گفتار، نوشته جهت اطلاعات بیشتر با تلفن فلان تماس حاصل نمایید یا فرمایید. حالا فرمودن هم تازه حرف داریم، بعضی جاها فرمودن رو به جای گفتن به کار میبرن، بازم نادرسته، چون فرمان دادن یک بار معنای محسوس داره، در حالی که گفتن این بار معنا رو نداره، بار معنای فرمان رو نداره. فرمان میتونید بگید سپهسالار سپاه فرمان پیشروی داد، این درسته. اما وقتی که بگید که میهمان عزیزمند من در اینجا آمد و اینو فرمود، چی رو فرمود؟ این حرف رو زد، اینو گفت، نفرمود، فرمان نداد. فرمان دادن چیز دیگری و گفتن چیز دیگری. و اون وقت باز شاخه های انحرافی بیشتر داره. مثلا میگن بفرمایید نهار میل کنید. این بفرمایید چه معنی؟ بفرمایید نهار میل کنید یعنی چی؟ یعنی دستور بدید نهار بخورید. این معنی رو میده دیگه. اصلا اونجا فرمودن معنی نمیده. یا یکی داره نهار میخوره، یکی میاد میگه بفرمایید. چی رو بفرمایید؟ یعنی دستور بدید؟ چی رو دستور بدن؟ ببینید در بطن واژه ها اگر برید میبینید که چقدر اشتباه در اینجاها گفته شده. حالا این رو داشتم میگفتم. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن فلان که حالا هر شماره ای تماس حاصل فرمایید. به خاطر آگاه نبودن از بار معنای واژه آمدن و یه جمله ای ساختن که اگه شما اینو معنی کنی خنده آور میشه. جمله دوباره گفته میشه. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن فلان تماس حاصل فرمایید. اینو واژه به واژه معنی میکنی. میشه به سوی آگاهی های بیشتر با تلفن فلان سایش به دست آوردن دستور دهید. تماس همون برخورد و سایش. حاصل یعنی به دست آوردن یا به دست آمدن. فرماییدم یعنی دستور دهید. پس میشه به سوی آگاهی های بیشتر با تلفن فلان سایش به دست آوردن دستور دهید. میبینی چقدر مسخره؟ خب حالا چی باید گفت؟ خیلی ساده. برای آگاهی های بیشتر به شماره فلان زنگ بزنید. سلیس، روان، رسا، خوش آهنگ و پذیرفتنی. اینجاست که ما میگیم زبان تازی رو باید واژه هاشو ریخت بیرون، برای اینکه نمیدونیم چی میگیم، فقط به پیروی از کسانی که تازی پردازی کردن نکته های رو گفتن و ساختن که در ژرفای اون که بریم میبینیم چقدر مسخره است. و وقتی دونه دونه معنی کنیم، یکی از دوستان، یعنی یکی از بینندگان که به هر حال بینندگان هم دوست هستن، به من زنگ زده بود، میگفت آقا شما که این میگی فارسی فارسی، میدونی اگه اسم خودتو فارسی کنن چقدر مسخره؟ یاری دهنده، یاری دهنده گسسته. گفتم بله مسخره. میدونی چرا مسخره؟ برای اینکه اونایی که این نامو گذاشتن معناشو نمیدونستن. اگر معناشو میدونستن و فارسی میگفتن، اون وقت واژه های مسخره ای در کنار هم نمیذاشتن. یه اسم و یک نام و یک نام خانوادگی مسخره نمیشد، چون نمیدونستن معنا رو، همینطوری گذاشتن. حالا وقتی ترجمه میکنید میبینید مسخره است. مثل همین که تماس حاصل فرماییدش مسخره است. من اینو میپذیرم. اما نکته مهم اینه که نام من و نام خانوادگی من و کسان دیگری که دل در گرو زبان فارسی دارن به دست خودشون گذاشته نشد. نامشون رو پدرانشون، نام خانوادگیشون رو پدر بزرگاشون برگزیدن. بر این پایه گناهی متوجه ما نیست. برخی میگن بیایید این رو دگرگون کن، بیا عوض کن. میگم خوشبختانه یا بدبختانه این نام جز منش من شده. من بزرگترین کاری که میتونم بکنم نام فرزندانم رو پارسی بذارم و اونها هم نام فرزندانشون، و بعد به این شیوه بریم جلو.
ولی البته من هرگز در خور سنجش با فردوسی و کسروی و ذبیح بهروز و ابراهیم پورداوود و اینها نیستم، شاگرد کوچک اونها هم نیستم، اما اونها هم نامشون رو عوض نکردن. فردوسی ابوالقاسم رو عوض نکرد، ذبیح بهروز ذبیح رو عوض نکرد، در صورت که ذبیح یعنی سربریده، دگرگون نکرد. ابراهیم پورداوود ابراهیمش رو دگرگون نکرد. احمد کسروی نگفت ستوده خسروی بذارید دام منو، دیگه اون در ژرفای منش اینها فرو رفته. ولی بکوشید از این پس نام فرزندانتون رو پارسی بگذارید، نامهایی بگذارید که معنیشو بدونید، نامهایی رو بگذارید که خوش آهنگ باشه، نامهایی بذارید که هر چه بهتر و بیشتر کوتاه باشه. پیامبر میگه که یکی از وظایف پدر بر فرزند، یکی از حقوق فرزند بر پدر یا وظایف پدر بر فرزند این است که نام نیکو برای او برگزیند. نام فارسی برگزینید. ما ایرانی هستیم حتی اگر مسلمان باشیم. ما ایرانی هستیم اگر یهودی باشیم. ما ایرانی هستیم اگر مسیحی یا زرتشتی یا بهایی باشیم. ما ایرانی هستیم. بیایید نام‌های ایرانی بگذاریم بر روی فرزندانمون، بر روی فروشگاه‌هامون، بر روی کالاهامون. یک آدم بی‌سواد به نام حاج آقا تحریریان، البته بی‌سوادی رو به صورت اهانت من نمیگم، میخوام بعد ازش نتیجه بگیرم. این آقا بالپن رو وارد ایران کرد، همینی که ما امروز بهش میگیم خودکار. این آدم موقعی که این رو از گمرک مرخص میکرد اسم این رو گذاشت خودکار، همه میگن خودکار. حالا اگر میومد اسم این رو گذاشت بالپن که حالا همه گفتن، حالا وقت اگه من میگفتم آقا به این بگید خودکار همه میخندیدن، آقا چی رو میگه خودکار؟ خودکار به اوتوماتیک میگن. اما وقتی در جمله شما برید دیگه خودکار با اوتوماتیک و خودکار نویسیدن اشتباه نمی کنید. وقتی من میگم خودکارتو بده به من یعنی اینو بدید. وقتی میگم این ماشین خودکاره یعنی اوتوماتیک. بر این پایه بیایید هر کاری که میکنید، کالا درست میکنید، فروشگاه باز میکنید، آزمایشگاه باز میکنید، مدرسه باز میکنید، آموزشگاه باز میکنید، اینا رو نامهای فارسی بذارید، بر روی فرزندانتون نامهای فارسی بگذارید، بر روی کتابهایی که مینویسید نامهای فارسی بگذارید و بگذارید زبان جان بگیره، زبان پیش بره. میریم و به چند آگهی گوش میدیم و برمیگردیم و دنباله سخن خودمون رو میگیریم. یکی دو سه پرسش شده که این پرسش ها رو هم پاسخ میدیم، پرسش های درخور نگرشی هم هست. بنابراین به آگهی ها مینگریم و باز میگیم. خب، نامه‌های فراوانی درباره برنامه دیروز که برنامه مربوط به آذرآبادگان بود برای من رسیده، در حدود 15 تا دورنگاره که اینها رو در برنامه یک شنبه آینده من میپردازم بهش و سخن میگم. خوشبختانه هر 10-15 تا در تایید نکته‌هایی بود که دیروز گفته شد و بسیار منطقی و به جا و متین همه هم نوشته بودن، بی اون که حتاکی و دشنام داشته باشه درش. بیننده ارجمندی به نام مهداد نوپوش، نمیدونم یا نوروش، فکس درست نگرفته، دورنگار نگرفته، پرسیدم آقا واژه هشلهف یعنی چی؟ واژه هشلهف، حالا من نمیدونم ایشون شوخی کردن یا براستی جدی میگن یا خواستن با من شوخی کنن، ولی در هر حال من پایه رو بر این نکته میذارم که این پرسش جدی هست. پاسخش اینیست که در زمان ناصرالدین شاه، در پایان پادشاهی نزدیکی های پادشاهی
ناصرالدین شاه که پایان پیدا کنه، قراردادی در مورد امتیاز کشف معادن بسته شد با ایران که بعد تبدیل به کشف نفت شد و داستانش رو کما بیش همه میدونید. سر ویلیام ناکس دارسی آمد قرارداد رو بست و بعد به این جنجال ها کشیده شد که این جنجال ها هنوز هم ادامه داره. پیش از این من ببینم دو تا از بینندگان مدت هاست روی خط هستن، باشون سخن میگم. الو بفرمایید. درود بر شما ای دکتر، سپاسگزارم. بعضی از مرکزات هست که برای میشه به برنامه قبلی شما، ولی خب اگه بخوام عرض بکنیم تا یه هفته بعد شاید درست نباشه. خب اگرم بخوایم بیایم تو این برنامه شاید درست نباشه. بله تو این برنامه شما بگیم درست نیست. حالا برحال چون یه مسئله روزه و اگه وعده اجازه بدید. خواهش میکنم بفهم. یک آقای بعده نمیتونم بهشون بگم هموطن از آذربایجان میگفتن که باید ما پرچم مستقل مدارس مدرسه مستقل هم داشته باشیم، یعنی به زبان آذری. بعد میگفت اصلا باید رفراندوم کنیم جداشیم، رفراندوم ایشون کنیم. گفتن حتی به خاطر چهار نفرم که باشه باید رای ایشون رو ما به رسمیت بشناسیم. بله باید خدمت ایشون رو عرض میکنم. حالا باید معناش چی بود؟ بنده مال خوزستان هستم، طبق فرضی و نظر ایشون بنده هم میخوام در استان خوزستان زبان خودمون داشته باشیم، پرچم خودمون. منتهاش اینجا یه نکته کوچولو هست و اونم که ما در خوزستان تقریبا 6 لهجه مختلف داریم، هیچ کدوم با یکی اصلا نمیخونه. درست. در نتیجه ما میخوایم 6 تا زبان در خوزستان داشته باشیم در 6 نوع مدرسه متفاوت با 6 تا مدرک با کلمات عجیب غریب متفاوت. عجیب غریب که نه، یعنی برای دقیق قابل خوندن نیست. و 6 تا پرچم مختلف. حالا حساب کنید تو بین بقیه استان ها هر استانی به تناسب این زبان محلی مختلف صحبت میکنن، اونا هم پرچم خودشو میخوان. یهو ایران یه کشور میشه، اصلا یه کشور میشه برابر سازمان ملل متحد. انواع و اقسام پرچم هاییست که اصلا دیگه کشور نمیشه. ببینید اگر پایه سخن ایشون درست باشه که بگیم آقا رفراندوم کنیم که ببینیم میخواین جدا شید یا نه، خب پس فردا خراسانیه میاد جدا میشه. بعد بلوچستان میگه خب خیلی خوب ما برام رفراندوم کنید جدا شید. بعد همه حالا خود آذربایجانی که آقا فرمودن که باید جدا شه با رفراندوم، چند روز بعدش تبریز میگه آقا من میخوام خودم مستقل شم، بگین من رفراندوم کن، رفراندوم میکنه. دوباره تبریز هم یه پرچم درست میکنه با یه مردم و اون وقت یارو تبریزیه میخواد بره اردبیل باید ویزا بگیره، پاسپورت بگیره. اردبیلیه میخواد بیاد تهران باید پاسپورت بگیره. تهرانیه میخواد بره کرج باید پاسپورت بگیره. اصلا یک چیز من تعجب میکنم بعضی چقدر پایین فکر میکنن. تاسفانه ما از کسایی هم میشنویم که اومدن در دنیای غرب. بله. راستی مثلا آشنا شدن. ایشون باید توجه داشته باشن. ایشون به شما میگن چرا میگید باید پرچم ما یکی باشه، باید زبان ما یکی باشه. باشه شما باید مثل باید ممرزه بله. بله. و بعدم تازه هر چیزا هست رو درواسی نیست. بله. باید درست. یه نماینده که میره تو مجلس باید به ایران، استقلال ایران، بله. آب و خاک، تاریخ ایران، ملیت ایرانی وفادار باشه. یه نفر که به ایران اگر فرض کنید عراق به ایران حمله کرد وظیفه است باید دفاع کرد. اگه ما بگیم باشه آقا دموکراسیه تو برو به دشمن کمکم بود تشبیه تهران دموکراسی، شما هم 6 تا پرچم تو ملتتون آویزون کن، چون میگید 4 نفرم که باشه به خاطر احترام به اون و رعایت اصول دموکراسی باید پرچمشون زبانش داشته باشد. این حرفا چیه؟ شما خودی از ما معنای دموکراسی و دهانه گشاد نقاره داری میزنی. ضمناً خود ایشون میگفت باید رفراندوم اونجا مونده ایشون باید میگفت. به یاد حرف یه آقای افتادم به دوستش میگفت میدونی چیه هیچ چیزی 100% بگیم درست یا غلطه. او مطمئنی که آره 100% مطمئنه. بله سپاس گذارم آقای دکتر. به چیز نمیتونی مطمئن باشی. بعد دوستش گفت واقعا مطمئنی به یه حرف؟ بله من 100% مطمئنم. داستان این دوست ماست که بله بله. کرد. نه خیر عزیز من، بعضی بایدها هست که بایده و مردم زیر باید چیزا نمیرن. گذشت اون زمان که بعضی به خاطر ترس و به خاطر بیت
ایدئولوژی خاص خودشون چیزایی رو ما میکردن. یه مقداری از اسرائیلی‌ها یاد بگیریم، یه مقداری از آلمان‌ها یاد بگیریم، وطن پرستی و یک پارچگی ملت و همین فلسطینی ها حالا به حق یا به ناحق کار رو نداریم که بنده بله 52 ساله دارن می جنگن برای خاک فلسطین، بخاطر فلسطین دارن می جنگن به خاطر خاکشون، بله کره به خاطر واقعا بس دیگه کی بشن اینا چی دارن میگن. یه مقداری واقعا من بله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، قربون شما، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. الو بفرمایید. الو. خب بله، این دوست ارجمندمون آقای مهداد زرپوش یا نوپوش یا نوروش نمیدونم، به هر حال پرسیدن که هشل هفت چیه. هشل هفت رو گفتم در نزدیکی های پایان پادشاهی ناصرالدین شاه، یک نفر انگلیسی به نام ویلیام ناکس دارسی آمد و امتیاز نفت رو گرفت و بعد که به حفاری های چاه به چاه کندن ها رسیدند و که نفت رو در بیارن، خب تمام سرپرستان و اداره کنندگان اون شرکت انگلیسی بودن و کارگران رو از میان افراد عشیره هایی که در جنوب بودن مثل بختیاری ها، بویر احمدی ها و غیره استخدام میکردن، کارهای دشوار و کم حقوق و ارزان رو به اونها میدادن و خودشون در اون بالا بودن. خب روشن آدم هایی که از تیره های مختلف اومده بودن شاید سواد فارسی هم درست نداشتن، چه رسد که به انگلیسی بدونن، و انگلیسی مطلقا زبان انگلیسی نمیدونستن و رؤسا و سرپرستان شرکت هم انگلیسی صحبت بود. یکی از اصطلاحاتی که معمولا در بین انگلیسی ها هست آی شل هاف، اکثر میگن آی شل هاف فلان، آی شل هاف. این کارگرا چون این معنی رو نمیدونستن، هر وقت یه لغتی رو می‌دیدن بی معنی و بی مصرفه میگفتن بابا این هم همین هشل هفتی است که اینا میگن دیگه. آی شل هفو هشل هفت خونده بودن و هر چیزی که میگفتن که مفهومش رو نمیدونستن و میگفتن این بیخودی داره حرف میزنه، میگفتن مثل همین هشل هفتی است که اینا حرف میزنن. و جالب اینجا که من در یکی از فرهنگنامه ها دیدم هشل هفت رو هشت الهفت معنی کرد، خیلی عجیب بود برای من. هشت الهفت، هفت که فارسیه الف و لام چرا سرشه، هشت الهف یعنی چی اصلا؟ این واژه هش الهف ه شین لام ه و ف، و این هم ریشش از آیش الهفی است که کارگرا معنیشو نمیدونستن و هر وقت میخواستن به یه چیزی بی معنیه میگفتن این هش الهف. و اما نکته دیگری، تا به حال چندین بار هممیهنان ارجمند بینندگان از من پرسیدن که آقا چجوری میتونیم بفهمیم یه لغت عربیه یا فارسی؟ پاسخ اینها، یعنی میاندیشیدند که پاسخ خیلی ساده است. اگر پ چ ژ گاف درش بود فارسیه، اگر سه نقطه و سات و زاد و تین و عین و قاف درش بود این عربی. این زمانی میتونست درست باشه که اولا بقیه بند واژه ها و حرف های زبان مشترک نباشه، یعنی ما دال داریم عرب هم دال دارن، ما ب داریم عرب هم ب دارن، ما الف داریم عرب هم، اون چهار تا حرف رو ما داریم عرب ها ندارن، اون هشت تا حرف رو عرب ها دارن ما نداریم. بله ناصر عربیه چون سات توشه، جاله فارسیه چون ژ توشه، گرگ فارسیه چون گاف توشه، ثریا عربیه چون سه نقطه توشه. بله این رو تا اینجاشو میشه تشخیص داد، میشه جدا کرد، اما ما در گفتارمون بسیار بسیار نادرست نویسی داریم. تا چند سال پیش تهران رو با تین می نوشتن، پس تهران عربی بود. توس زادگاه فردوسی رو با تین دستدار می نوشتن، تین دستدار جز بندواژه های زبان تازیه. آیا توس تازی بود؟ زادگاه بزرگترین پارسی بود؟ و ده ها قند رو با قاف می نویسید. قاف تازیه ولی قند واژه قند فارسیه. سماق رو با قاف می نویسید در صورتی که سماق از سماک میاد، یعنی سائیدنی، مثل دماک که بعدا شده دماغ، یعنی دمیدنی.
بادکناک یعنی باد کردن، باد کردنی که شده حالا بادکنک. بادباداک یعنی باد دادنی که حالا شده بادبادک. بنابراین اگر این نوشته ها رو ما درست می نوشتیم، قهرمانی که در از کهرمان بوده ما با قاف می نویسیم، اگر با کهرمان می نوشتیم اون وقت یه جایی قاف می دیدیم می گفتیم خب این تازی. ولی ما واژه های پارسی رو هم که با تازی، با بند واژه های تازی می نویسیم. ما در دیکتمون هم ناهنجاری زیاده. بر این پایه ما به شیوه شناخت اون چهار تا بند واژه پ چ ژ گ و این هشت بند واژه سه سه نقطه تیم زین عین قاف صاد ذات، اینها رو ما نمیتونیم تکیه کنیم. باید ژرف‌تر نگاه کرد، باید واژه شناس بود، باید ریشه یاب بود، باید ریشه ها رو پیدا کرد و بعد داوری کرد. حالا من نمونه براتون میارم، این واژه ها رو میخونم. بان بان به الف نون، بن به و نون، بام به الف میم، بنا به نون الف، بانی به الف نون یه. ببینید در تمام اینا حرف به و الف و نون هست. حالا بعضیش یه داره نظر، بعضیش نداره. خب آیا اینا همین فارسیه؟ چون سه سه نقطه و تین و زین و این و فلان نداره. آیا همش تازیه؟ چون پیچه جگاف نداره؟ نه. پس ببینید که به این سادگی ها نمیشه واژه ها رو شناخت. این بان یکایی که اینا رو بررسی بکنیم. بان در زبان پارسی پسفند نگهبانی، پسفند پاییدنه. مثل چی؟ مثل باغبان، نگهبان باغ، دربان، نگهبان در، پاینده، پاییدن در، کسی که در رو میپاد، باغ رو میپاد، آتشبان، مهربان، نگهبان، نگهبان یعنی با نگاهش مواظبه، نگاهبانه. خب از این گذشته خود واژه بان در سود در جایگاه واژه‌ام به کار رفته. در زبان پهلوی به درختی میگفتن که دانه های بسیار خوشبوی داشته و امروز در هندی، شاید هم از هندی اومده به فارسی، باهان میگفتن، باهان که بعد در پهلوی ساسانی شده بان. این درخت عقاقیا بوده که خود عقاقیا رو عرب ها از آکاکیا گرفتن که واژه فرانسش آکاسیاس. خب پس میبینیم که بان هم در پسوند و هم در جایگاه واژه تازی نیست. و بعد میرسیم به واژه های دیگری، بام و بان. در زبان پارسی دیده شده که میم و نون گهگاه جای خودشون رو به یکدیگر دادن. شما هم نردبان میتونید بگید و هم نردبام، هم شجان میتونید بگید هم شجام، هم دوستکامی میتونید بگید هم دوستکانی، هم فلاخم نوشته شده هم فلاخن. بنابراین جای میم و نون رو میشه جا به جا کرد. پس بام و بان هم فارسی است. و اما بن، بن هم به معنای پارسی به معنای ریشه است. و بارها گفتم بنیاد ریشه اصلیش بنلاد بوده. لاد یعنی دیوار، بنلاد یعنی پی دیوار. رودکی میگه لاد را بر بنای محکم نه، که نگهبان لاد بنلاد است. یعنی نگهبان دیوار پایش. همین بنلاد در زبان پهلوی بعد که آمد به زبان دری و پارسی امروزی شد بنیاد. بنیاد که به معنی همون ریشه و پایه میاد. خب عرب این واژه رو از ما گرفت، کرد بنیان. این زبانی که میگن خیلی مفصله و ما زبانمون الکنه و اونا زبان گستردهی دارن، بیش از 20,000 واژه فارسی رو گرفتن در زبان تازی به کار بودن. یکیش هم همین بنیاده که بنیان کردن. و به غلط من می‌بینم که دوستان می‌نویسن بنیانگذاری، بنیان فلان. نه خیر، می‌نویسید بنیادگذاری، بنیاد نه بنیان.
وقت تازیان تازه این بنیاد رو گرفتن، بنیان کردن، ازش هم بنیه درست کردن. خب اونا کار خودشون دارن میکنن، بعدم قرض میگیرن از ما، بعدم میگن ما زبان گسترده هستیم، وقت ما میشیم عجم، اونا میشن افصح، یعنی بسیار گویا. به هر حال بن به معنای ریشه است. خرما بن هم داریم که به بوته های به درخت خرما میگن خرما بن. بنه داریم، چیزهایی که پسنداز میشه، و کدوبن میگن، چون معمولا به گیاه هم بن میگن. بعد بناگوش داریم که به غلط گهگاه بناگوش دیده گفته شده، بناب داریم. اینا همه با بن به معنی ریشه. اما یه هم میاییم به واژه بنا میرسیم. بنا تازیه. پس میبینید که همون به بنون علفه هست، بعضیش تازیه، بعضیش پارسیه، و ازش هم اسم فاعل ساختن بانی. خب ما زبان خودشونه میزن. بر این پایه با نگاه کردن به لغت نمیتونیم تشخیص بدیم که این لغت تازی است یا پارسی، مگر اینکه ریشه های واژه رو بشناسیم. و یه نمونه دیگه براتون میگم، واژه دار، دال الف ر، در زبان پارسی به معنای درخته، در زبان تازی همین دار به معنی خانه. لیسف دار غیرهو دیار، در این خانه جز او کسی نیست. بعدم اینجا چون قبلا سالها پیش در دوران گذشته مجرمین رو به درخت آویزون میکردن، میگفتن به دارشون زدن. دار همون درخت بوده، به شاخه درخت. تو این فیلم های کوبوی هم دیدید، تناب رو مینداختن و طرف رو بکشتن ازش بالا و خفش میکرد، گفتم به دارش زدن. همین به دار زدن منظور به درخت آویزان کردن بود. بعد آمدن یه همچین شکل قائمه ای رو درست کردن، گفتن دار، که بازم از ریشه درخت میاد. حتی چون همیشه وقتی کسی بیمار میشد چیزهایی رو که بهش میدادن خوب میشد، اسمش گذاشته بودن دارو، چون همه اینها رو از درخت میگرفتن. در زمان گذشته پزشکی بوده که با درخت و ریشه و گیاه سر و کار داشته. به همین دلیل نام این چیزهایی که به بیمار میدادن دارو بود، یعنی وابسته به درخت، وابسته به گیاه. و وقتی هم کسی رو معالجه میکردن میگفتن دارمان شد، که همین دارمان شد درمان. پس میبینید دارو، درمان، دار، اینا همه از درخت ریشه گرفت. نمیدونم از اتاق فرمان به من آگاهی بدن که آیا برنامه موزیک دارن. بنابراین میریم یک ترانه گوش میکنیم و برمیگردیم و پاسخ بینندگان عجمندی که مدت هام رو خط هستن خواهیم داد. ستون بمیری ای باشوار در من، با یاری خدا من، نوروز در دماوند، نوروز در دماوند. سایبان بسازیم، بر سقف کوچک دل یک کهکشان بسازیم، بر شانه‌های البرز یک آشیان بسازیم، با ریسمان بالان رنگین کمان بسازیم. ای عاشقان دربند، با یاری خداوند،
دیدار ما دوباره در کیش در سمرقند. همراه کودکی شد دنبال شابرکا با بچه ها یکی شد. باید که ما را شد در آبهای هرمز، باید که رفت بالا از نردبان البرز. ای عاشقان در بند با یاری خدا من، دیدار در دماوند، دیدار در دماوند، دیدار در دماوند، دیدار در دماوند. خب بینندگان ارجمند، الان سرکار خانم پارسونز روی خط هستند، بفرمایید خانم. در مورد تو و شما در زبان فارسی میخواستم خواهش میکنم پرسش داشته باشم که به جهت اینکه خب یه تایی ما بزرگ شدیم که برای ادب و نزاکت به بزرگترهامون شما میگفتیم یا به کسانی که آشنایی زیاد نداشتیم، زیاد نزدیک نبودیم، خیلی طول میکشید تا مثلا شما به یک دوستتون از شما شروع میشد تا به تو ختم بشه. ولی عمه خانم، دایی ها، آقا بزرگ، من همه شما بودن، یعنی جمع بسته میشد. بله بله. آیا این هم جز اون غلط هایی که مصطلح و جا افتاده و ما باید این رو ریشه کن بکنیم و اگر قراره بکنیم آیا اهانتی به طرف مقابل نمیشه؟ در این زمینه اگر یک صحبتی سخنی بگید بسیار سپاسگزارم. چشم چشم. نکته جالبی است. اولا انگلیس ها اومدن خودشون رو راحت کردن از گویا 60-70 سال پیش، دیگه واژه تو رو که در انگلیس ها دقیقا تو هم بهش میگفتن برداشتن جاش یو گذاشتن، خودشون رو راحت کردن. این جایی مؤثره که فعل به همراه نهاد عوض نشه. انگلیسه میگه I went, you went, he went, she went، همش ونت. بنابراین چه بگه تو ونت که قبلا میگفتم در انگلیسی کهن، چه بگه یو ونت. اما یا میگه آی گو، هی گو، شی گوز، حالا اون یکی اسم میگیره، ولی یو گو و اون قبلا که میگفتم تو گو، هر دوش یکی بود. این زیاد لطمه نزد. اما در زبان پارسی فعل به پیروی از نهاد عوض میشه. من رفتم، تو رفتی، شما رفتید. میبینید فعل عوض میشه به پیروی از نهاد، از ضمیر. ضمیر تازی، من نهاد فارسی شو میگم. بر این پایه این دگرگون کردن، یعنی تو رو ما دیگه نمیتونیم ورداریم به جا شما بذاریم. اما اینی که سرکار خانم پارسونز گفتند درسته. ما جرأت نداشتیم به پدرمون بگیم تو. گفت تو چیه؟ همینطور که وقتی میگفتیم آها، میگو آهان چیه؟ بگو بله. در صورتی که آها فارسیه، آری فارسیه. ما وقتی میگیم آری یا آره فارسیه. بچه میگفت آره، میگفت آره چیه؟ بگو بله. یعنی این در مغز اونا رفته بود که بله خیلی مؤدبانه است، در حالی که آری فارسی زبان پدری و نیایی ما بوده. در این مورد این ریشه داره از پدر سالاری های کهن و فشار ادبی، یعنی فشار فرهنگی، فشاری که فرهنگ ایرانی برای اینکه به یک طرفی احترام بگذاره او رو چند تا حساب میکنه. غلطه. بکوشید اصلا به بچه هاتون یاد بدید که به شما بگن تو، برای که تو مفرده، تو اصلا اینقدر ارزش داره که فقط به خدا میگن تو. بنابراین به یک نفر چند نفر خطاب کردن، این از دیدگاه زبان و دستور درست نیست. حالا میگن هی شما شما، ولی بارها دیدید که من خب به هر روی منم تو این فرهنگ بزرگ شدم، گهگاه به میهمانانم میگم شما، ولی یک خورده باشون صمیمی باشم بهشون تو میگم.
و همیشه هم تو بچه های منم به من تو میگن. چه اشکالی داره؟ خب تو یعنی یه نفر دیگه خطابه، کجاش اهانته؟ کجاش اصلا بیادبیه؟ هیچ کدوم اینا بیادبی نیست که. بله الو بفرمایید. شما درود بر شما. درود بر شما. در مورد اون فرمایش دوست عزیزمون که در شب قبل فرمودن که یک شیرازی بیاد به ما حکومت کنه، بله بگواری پاسخی فرمودید، من میخواستم عرض کنم که به اون دوست عزیزم که دوست عزیز شما چرا به شیرازی حکومت نمی کنید؟ شما حکومت کنید یک ایرانی هستید. بله جلوی هیچ کس گفته بیشتر نخست وزیران ما اصلا آذرآبادگانی بودن. اون پادشاهانمون هم بله. داشت بله. پادشاهان مملکت ما آذری بودن یا ترک بودن. بله بله چرا؟ اولین پیشرو مذهبی ما زرتشت آذری بوده. چطور ما میخواییم شما خودتون میخواییم الان وقت با چه وضع بدی بیاین دیگه برای فارسا نجنگی. فارسا کوروش دارن برای خودشون، خیلی هم بیورزه بودن با ستافان. اصلا اینقدر سطح پایینه، اینقدر کوچکه که آدم دلش نمیاد اصلا پاسخ بده بهشون. الو بفرمایید. سلام آقای انقطاع. درود بر شما. کاملا درست فرمودین آقای انقطاع. واقعا به اینها دارن دوگانگی میندازن و کفار میکنن. مثلا هم که برمیگردن میگندن برای ایران نجنگیم، ما ایران و ما اینا غرزشو ندارن. ما چون ایرانی اونها رو ایرانی میدونیم نمیگیم که بابا زمان قاجار نصف ایران به باد رفت. ما اینو نمیگیم. مگه ترکیه حرف نمیزدن نصف ایران کی به باد داد؟ منتها چون ما اینا رو ایرانی میدونیم، از خودمون میدونیم، نمیام اینو بگیم. ولی هی میگن ایران ما حفظ کردیم، حفظ کردیم. ولی من الان بهشون میگم اگه اینجوریه نصف ایران هم شما به باد دادید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. ولی قاجاریه ترک نبودن، قاجاریه مغول بودن. ولی البته ولیعهدها در تبریز همیشه زندگی میکردن. اما اینم دلیل ارزش استان بوده. این استان اینقدر ارزش داشته که ولیعهدها رو میفرستادن اونجا. منتها چون اینها مغولی سخن میگفت، یعنی ترکی حرف میزدن، در اونجا هم در آذرآبادگان ترکی سخن میگفتن، اینها رو برای اونجا میفرستادن که شیوه های حکومتی بسیار کوچکتر رو در اونجا فرا بگیرن. علاوه بفرمایید. سلام علیکم. درود بر شما. حال شما خوبه؟ سپاسگزارم. استاد از شما از خواهش میکنم چه صدا منو قطع نکنید، با کمال احترام میخوام صحبت کنم. خواهش میکنم بفرمایید. حالا اون آقایی که دیروز اومده سخن گفته در رابطه با آذربایجان و اگری خودش رو گفته، چرا به این میتازین؟ این بینندگان عزیز میان چیزی میکنن؟ بله همین خودش رو گفته. مگه تو آمریکا زندگی نمیکنین شما؟ بله دموکراسی رو میبینی، مردم دارن حرفشون رو میزنن. بله اونم گفته. بله به نظر من اون چیزی خلافی نگفت. اون گفت اگه دموکراسی باشه، آزادی باشه، مردم بیان رأی بدن، با رأی مردم هر چی میتونه پرچم و زبان و ملیت خودش انتخاب کنه. خب شما موافق سخن ایشون هستید دیگه؟ بله 100 درصد. خیلی خوب. با 100 درصد. با زبان خودش. حالا اجازه بدید. آمدید و شما یک همه پرسی کردید و آذرآبادگان جدا شد. یعنی شما قبول داشتید که رفراندوم رو آذربایجان نیست، اولا آذربایجانه. آذرآبادگانه. بله این عربی شما حرف نمیزنه. من فارسی اصیل شدم. آمدیم جدا شد. درست؟ شما معتقد بودید که به دلیل این همه پرسی، این ارزش این همه پرسی این بود که این آذرآبادگان جدا شد. حالا اومدیم و سه روز بعدش مردم تبریز گفتن آقا ما میخوایم مستقل شیم و میخوایم بیاین برای ما رفراندوم کنید. قبول میکنی؟ اونا هیچ وقت نه. حالا گفت آقا با فرض محال که محال نیست که. البته الان بگید بنام آذربایجان. بالاخره دیر یا زود این نه دیر یا زود ببینید جواب من رو بدید. اگر مردم تبریز آمدند و گفتند ما هم می‌خوایم مستقل بشیم و نمی‌خوایم زیر پرچم شماها باشیم و رأی هم دیگه خب تبریزی هم دیگه رأی می‌گیرن. درسته. قبول داری؟ هیچ کس ضد خودش نخواهد بود. اگر دیوانه رو شما چرا ضد خودتون هستید؟ شما ایرانی هستید. چرا ضد خودش نیست؟ شما چرا ضد خودتون هستید؟ ما ضد خودمون نیستیم. شما ایرانی هستید یا نه؟ انسان نیست. اینو بدون جواب من رو بدید. دنیا عوض شده. قرن 21 چه؟ شما جواب من رو بدید. شما ایرانی هستید یا نه؟ من میگم هر کی با زبان خودش ننویسه. جواب من رو بدید. شما ایرانی هستید یا نه؟ جواب من رو بدید. میگه ما تحریفش میکنیم. نه خیلی عمقیه. این خیلی عمقیه. هر کی با زبان شما جواب من رو نمیدید. شما ایرانی هستید یا نه؟
من ایرانی بودم. بودی. منو ایرانی کردن. به زور. چجوری به شما ایرانیتون کردن؟ اون زمانی که. از چه زمانی؟ همون زمانی که پارسها به ماده ها حمله کردن. ماده ها از لرستان. ببین ما هم تاریخ خوندیم. نه. اینطوری نیست. جوندا میان همیشه رو. نه بفرمایید. مردم میکنی. وقتی شما ایرانی نیستید من چه بحثی با شما بکنم؟ شما یه بیگانه اید. من با بیگانه چه بحثی بکنم؟ خب که تموم شد. همین بله. اینو زمان ما بله. آریای زمان پارسی ها که به ماده ها از لرستان تا کردستان حالا تا آذربایجان شما موقع تاریخو میگی. اون موقع پارسا حمله کردن گرفتن. خب بله. ما همین رو میدونیم از اون موقع به یاد داریم. خب حالا ما زبان خودمون رو داشتیم. هیچ وقت چند سال زبان خودتون رو داشتیم؟ نخواهیم آورد. اینو بدونین کاملا. چند سال زبان خودتون رو داشتیم؟ از چه زمانی شما ترکی سخن گفتید؟ ما نداشتیم ولی زیر خاکستر بوده. نه. هم داره میاد. از چه زمانی؟ از چه زمانی؟ شما تاریخ میدونید دیگه. به من جواب بدید. تو خونه ها داشتیم. تو خونه ها نه. از چه زمانی ترک زبان بود؟ تو داشتیم. تو زندان داشتیم. از چه زمانی تو جواب من رو نمیدید؟ از چه زمانی شما ترک زبان بودید؟ از چه زمانی؟ بله. حالا هر زمانی میخواد. نه جواب ببینید شما تاریخ میدونید. گفتید من تاریخ میدونم دیگه. چون تاریخ میدونید سوال تاریخی ازتون میکنم. از چه زمانی شما ترک زبان شدید؟ اینو هیچ کس چطوری هیچ کس نمیدونه؟ خیلی تاریخو بخونید نشون میده بهتون. تاریخو خوندم الان چند تا تاریخ دیدم. از چه زمان اگر تاریخو خوندید؟ تاریخ البته همشون خارجی ها نوشته. میگم از چه زمانی شما تلفن قطع شد. عجیبه واقعا آدم گهگاه فکر میکنه که یک کسانی میتونن روی پایه‌های منطقی با آدم سخن بگن ولی این پایه‌های منطقی درست نمیشه. الو بفرمایید. درود به سرور انقطاع. درود بر شما. آقای انقطاع می‌خواستم در پیوند با این صحبت هممیهن نه ایشون که میگه من هممیهن نیستم. قبول نداره ایرانی بله. هستن. یه پرسیریت سخن کوچیکی بگم. بفرمایید. ایشون من میگم من به نظر من باید با اینجور افراد با کمال مهربانی رفتار کرد. بله ما هم همینطور نه آدم های احساساتی و مهربانی هستن. متاسفانه دانششون به راه غلط رفت. بله ما چند سال به زبان ترکی صحبت میکنید نتونستم بگم. بله واضحه از زمانی که هولاکوخان اومد. بله از سلجوقیان زمانی که مراغه پایتخت یه سری مغول شد. از زمانی که تبریز پایتخت آخویوندو شد. برادر عزیز آذربایجانی هم اگر میخواد زبونی را زنده بکنی زبان پهلوی آذری تو زنده بکن. زبان بابک تو زنده بکن که ریشه عمیق با زبان فارسی داره. زبان فارسی زبان توه. این همه شاعر فارسیگوی نظامی که مجسمش تو بزرگترین میدان باکو است این همه هم بهش مینازن یک قطعه یک شعر کوچیک ترکی نداره به فارسی گفته. بله. این زبان شماست مال دیگری نیستش. مال خودتونه. این ساختمون خودتون ساختین کسی دیگه نساخته. یه صحبت دیگه راجع به رفراندوم شد. این خیلی صحبت میکنن. بله. رفراندوم در خصوص بدیهیات چیزای واضح نیست. اگر این آقایی که دیروز زنگ زد اگر 5 تا بچه داشته باشن یه موقع شب بیان خونه 7-5 تا بچه رأی بدن که آقا تو دیگه از الان بابای ما نیستی این اون حق رو ازشون سلب نمی‌کنه. ایشون پدر اینا هستن. آفرین. آذربایجان فرزند ایران. آذربایجان قلب تپنده ایرانه. قلب و دربیاری دیگه ایران وجود نخواهد داشت. خوزستان همینطور، بلوچستان همینطور. نمیتونیم الان اگه 30 میلیون 60 میلیون ایرانی بیان رأی بدن که آقا قلده دماوند بزرگترین قلده ایران نیست آیا تأثیری میکنه؟ آیا اگه پس برای دوباره عراق خواهد حمله بکنه ما باید رفراندوم بگیریم آیا بجنگیم یا خودستان رو تعدیل بدیم؟ بله. اون صحبت ها رو آدم رفراندوم در شیوه های مختلف میذاره ولی در رابطه با پس دادن و گرفتن و اینا نیست. امروز رفراندوم به قول شما بکنیم که بریم بعد رفراندوم بکنیم نه آقا اینا پشیمون شدن میخوان برگردن. آخه این که نمیشه که شل کن صرف کن که نیستش. ما همه مال یه خونه هستیم. زبان مادریتون به جا. ما به این زبان صحبت کردیم. الان هم کسی جلوتون رو نگفته. هیچ کس نگفته. مردم جرأت ندارن به کردی صحبت بکنن. نمیذارن عیدشون رو بگیرن. نمیذارن نوروز رو بگیرن. این ترکیهش. همین آذربایجان شورویش. چرا
قرباغ پس نمیدن. مگه همه چطور تو قرباغ هستن 90% ارمنیان؟ بله. به خاطر چیزهای تاریخی مستند به تاریخی قرباغ جزء آذربایجان شوروی هنوز سرش دعواست. چرا اونا رو نمیدن؟ جنگ جز رفراندوم بگیرن تمام قرباغی هم بگیرن محکم جزء ارمنستان. ببینید این حرفا رو دوست عزیز آذربایجانی شما رو دارن تحریک میکنن، شما به خاطر اینکه احساساتتون خیلی پاکه نکنید این کارا رو. رفراندوم آدم برای بدیهیات نمیکنه، آدم رفراندوم نمیکنه که باباشو بذاره کنار عموشو بکنه بابای خودش که. این که صحیح نیستش، این بچه بازیه به نظر من. من خواستم در این خصوص یه روشنگری بکنم به این دوست آذری و بگم که زبان فارسی متعلق به همه فردوس. اگر شما واقعا، اگر دوست آذری من، اگر شما واقعا مرد آذری هستی، بیا زبان آذری رو زنده کن، بیا پهلوی آذری رو زنده کن. چش گذار آقای، من یک عمری به پدرم گفتم سلام، الان میخوام بگم درود. چش کاری داره یه واژه بیگانه، یه واژه بیگانه رو میخوام بذارم کنار تو، واژه اصیل آریایی میخوام بذارم، چش کاری داره؟ اینا بدتر داخل رفراندوم این چیزا نیستش که. من با اجازه از شما فقط خواستم این نکات رو بگم و تشکر بکنم. چه نظر من اینجور دوستان باید زنگ بزنن. بله نه نظرشون بازه و بالاخره خودش گویا خودش قطع کرد، من دست ندارم. هیچ کم دعوا نداره و همین دموکراسی یعنی همین، یعنی آقا با اومد با کمال ادب، هم آقایی که دیروز زنگ زد همین آقا، من از هر دوشون سپاسگزارم، با کمال ادب نکاتشون رو گفتم. آدم اینجوری صحبت میکنه به یه نتیجه میرسه. سپاسگزارم. الو بفرمایید. درود بر شما. میخواستم با آقای انقطاع صحبت. من خودم هستم، بفرمایید. درود بر شما آقای انقطاع، بابک هستم از دنور زنگ بزنم. خواهش میکنم. البته با این تلفنی که دوست عزیزمون کردن، من یه تیکی کوتاهی بگم. اولا اگه همین الان تگزاس که بزرگترین ایالت آمریکاست بخواد جدا بشه، چنان سرکوبش بکنه این آمریکا با اون جملات دموکراتیک و آزادی که صحبت میکنن. بله. اگر در مورد ممالک محروسه و فدراتی به زمان هخامنشی صحبت میکنن، آن زمان اونقدر آزادی و درستی بود در زمان هخامنشی که قبرس که یک شهر یونانی بود اومد داوطلبانه به دولت ایران چسبید، خودش چسبون و اسم خودش هم حتی گذاشت سایپرس از روی سایروس پارسه. و چون دولت قوی بود و برنامه استعماری نبود، اینا اومدن و جز ایران شدن. در طول 200 سال پیش به خاطر استعماری که به وجود اومد از طرف انگلیس و روس، شما ببینین هرات رو از ایران جدا کردن، خراسان از ایران جدا کردن، قفقاز رو جدا کردن، بحرین جدا کردن، ابوظبی رو جدا کردن. الان این کشورهای دست نشونده دو تا شیخ بدبخت گذاشتن اونجا، ملتش هم دست یعنی بازیچه دست اینا هستن. آیا این افتخاریه؟ یا شما باید افتخار کنین به اون فرهنگتون، به اون مملکتتون، به اون کشوری که بیشترین سهم تو فرهنگ تمام دنیا داره، چه از نظر دینی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی. به خدا قسم اگر درست مطالعه کنن ببینن همین دوتا چیزی هم که میبینن، مثلا دموکرات و ریپابلیک، در زمان دوم ساسانی بود که وزیران دست راست و دست چپ به وجود اومدن و کپی بود که کشورهای مثل یونان و روم از ایران کردن و در آینده بیجرسیدن. در کشورهای اونا بردهداری بود، در سوسی در کشور ایران بردهداری وجود نداشت در زمانی که قبل از حمله اعراب. بله. اینقدر زیبایی و این همه فرهنگ زیبا داریم، چرا ما باید خودمون رو بخوایم جدا بشیم بریم به طرف یه چیز دیگه که اصلا نه درکش داریم نه میفهمیم؟ ما خیلی فرهنگ غنی داریم و باید به همون فرهنگ غنی خودمون اتکا کنیم و به همین روش جلو بریم. سپاسگزارم. آفرین بر شما که با اسم زیباتون. قربونتون. عرض کنم این آقایون فکر کردن که اگه فردا برن تابع ترکیه بشن براشون باقلوا میارن هر روز صبح، همون وعده‌ای که آقای خمینی هم داد، و بهشون خونه میدن و میگن به به بفرمایید، یا شاسین بفرمایید بیای تو، ما با شما. دیگه نمیدونن که الان ترکیه خودش انقدر به بدبختی افتاده و ارزش پولیش به چنان سقوطی کرده که اصلا دیگه خود من زمانی که 16 سال پیش در ترکیه بودم که اون موقع تازه هر لیر ترکیه 1 ریال ایران بود و حالا یعنی 60 لیر میشد یه دلار، حالا 1700 800 لیر میشه یه دلار. این فقر و بدبختی که در اونجا هست
آقایون میخوام برن بچسبن به ترکیه که چی؟ که این که اون ترکیه حرف میزنه و منم ترکیه حرف میزنم. و بعد اون وقت میان این دو گروه، یعنی اینها میان میچسبن به دو چیز، به 4 میلیون، بله از من به من خبر دادن که 4 میلیون لیر میشه یه دلار. یه زمانی 60 لیر یه دلار بود. حالا آقایون میخوان برن به این کشور واقعا مرفه. بعد تاریخ نشان داده هرگاه هر تجزیه‌ای انجام شده دو سوی تجزیه ضعیف شده. به همین دلیل ایران نیرومند رو آمدن تجزیه کردن که ضعیفش کنن. حالا با این سوء رفتاری که رژیم کنونی داره، اینها یک گزکی دستشون اومده، یک برگه دستشون اومده، حالا با تحریکات که از طرف ترکیه میشه یا از طرف آذربایجان، جمهوری آذربایجان. یه لحظه بشینید خونتون فکر کنید، هم میهنان آذری که میخواید جداشید، نه همتون، من فکر میکنم شماها 1% هم نیستید، ولی به همین شما 1% میگم، یک لحظه فکر کنید. اومدیم به فرض محال فردا شما جدا شدید، رفتید چسبیدید به آذربایجان، جمهوری آذربایجان یا به ترکیه، فکر نمی کنید اونا به شما چی میگن؟ نمیگن آه بدبخت تو بغل مادر و پدر اصلیت اومدی پیش ما؟ فکر نمی کنید این حرف رو به شما میزنن؟ یا ممکنه بگید نه ما میخوایم اصلا مستقل شیم پیش اونام نرید. اگر این کار رو بخواید بکنید، میدونید که چقدر وضع اقتصادیتون خراب میشه؟ میدونید اون چه که در اونجا جاده ساخته میشه، اون چه که ساخته میشه پول نفت خوزستانه؟ دیروز آقای پیمایی به اون هممیهن آذرآبادگانی میگفتش که خب شما برید کلاس باز کنید با هزینه خودتون. راست میگه، اگه میخواید فدراتیو باشه که هر کسی در امور داخلیش مستقل باشه، که البته برای ایران این مسئله به نظر من خطرناکه، چون گرگ‌های دهان باز کردن که این تکه‌های ایرانی رو ببلعن. حالا باشه، از پول خودتون باید اونجا خرج کنید. میگم نه، باید از پول فارسا به ما کمک کنه. چطور اونجا فارسا کمک کنن؟ چطور شما پول نفت خوزستان رو بیارن برای شما خرج کنن؟ نمیدونم کارگر کرمانی بیاد گندم بکاره بیاد برای شما بده، کارگر سپاهانی بیاد با کارهای هنری و دستی عالی که درست میکنه و از یکی که حلبی دلار میسازه بیاره بده به شما، اما شما نمیخواید اونا رو کمک کنید؟ اونا وقت بدن؟ وقت فارسا بدن؟ از آقا میپرسم شما ایرانی هستید یا نه؟ میگه من ایرانی بودم. من نمیفهمم که من ایرانی بودم یعنی چی. میتونه بگه من اصلا ایرانی نبودم. خب اینو باز میشه گفت خب میگه که از 7000 سال پیش به زور، ولی میگه من ایرانی بودم. میخوام ببینم چه تغییری کردی که دیگه ایرانی نیستی. بعدم به من میگه که شما چرا به اون تاختید؟ من کی تاختید؟ ایشون سخنش اومد گفت دیروز، ما هم جواب شده دیم. گفتیم آقا رفراندوم اگه میگی یه چیز مسخره است. اگه شما ارزش کار میذارید رو رفراندوم، فردا یه شهر توی خود آذربایجان هم ممکنه بیاد. من دارم میگم آذرآبادگان، میگه چرا میگی آذرآبادگان؟ من اسم اصلی اونجا رو دارم میگم، میگه چرا میگی؟ چرا؟ برای اینکه اصل نام فارسی بوده، آتورپاتکان بوده، پادگان و جاهایی بوده که آتشکده های زرتشتی در اونجا بوده. آتش رو ایرانیان کهن آتور میگفتن. همون آتور از یک طرف آتر شده و تبدیل شده به آذر، از یک طرف هم آتش شده. پس آذر و آتش هر دو ریشه‌شون آتوره. ایشون از اینم دریغ میکنه، حساسیت داره که تو چرا اسم فارسی داری برای اونجا میگی؟ کسروی رو خائن دونستم، چون کسروی اومده راجع به فارسی سخن گفته، برای فارسی دستور نوشته. لابد شهریار هم پس فردا خائنه دیگه، چون فارسی شعر گفته. نمیدونم این واقعا. من حالا خوشبختانه الان بحث بابک در برنامه تاریخ منه. من نامه های بابک را اینان براتون میان میخونم. چه فارسی زیبایی، چه فارسی زیبایی. نامه هایی که برای مازیار نوشته، نامه هایی که برای امپراتور روم شرقی نوشته. اصلا آدم لذت میبره میخونه. کجا بابک ترک بوده؟ سنده. ایشونی که تاریخ میدونست 10 بار ازش پرسیدم تو بگو کی ترک شدی؟ میگه زیر خاکستر بود. یعنی ما اگه فارسی هم عربی داریم ریشمون در 10000 سال پیش ترک بود. عجیبه. به هر حال
یک بیننده رو دیگه میتونیم پاسخ بدیم، وقت ما داره به پایان میرسه و بعد به شما خدا نگهدار خواهیم گفت. الو بفرمایید. الو بفرمایید. الو سلام آقای انقلاب، درود بر شما. درود بر شما قربان. شما تلویزیونتون یواش کنید. الو بفرمایید. جناب آقای انقلاب، می‌خواستم فقط یادآوری بکنم در این مورد این آقایی که آذری عزیزی که تلفن زدن. بله. در طول تاریخ همیشه ملت ایران، مردم ایران، ایرانی‌ها، پارسیان مغلوب که نه، همیشه تازیان و خارجی‌ها بر اونها با اعمال خونریزی و شمشیر و توپ و تانک حمله کردن و فقط علت این که ایرانی‌ها همیشه ساکت بودن و تحت حکومت این خارجی‌ها قرار می‌گرفتن، فرهنگ و ادب اونها بود که ایرانی‌ها آدم‌های جنگجویی نیستن. و پس از این که همیشه تحت کنترل خونریزی این خارجی‌ها، تازی‌ها قرار می‌گرفتن، با ادب و فرهنگ خود به جنگ اینها می‌رفتن و اونها رو مغلوب می‌کردن. کاملاً درست. این هم این در تاریخ همیشه بر ایران این رفته که چه ترک، چه عرب، چه رومی بر ایران تاخت و تاز کرده و با اعمال خونریزی به جنگ ایرانی های اصیل و جنگ پارسی ها اومده، ولی هرگز شما در تاریخ نمیبینید که ایرانی ها برای گستردن وسعت کشورشون با جنگ و خونریزی به اونجا رفته باشن، مگر اینکه برای نجات برده ها و بله مثل نجات جهود ها، هیبروهایی که تحت کنترل فراعنه اون زمان بودن و سیروس و کوروش رفت آزادشون کرد. بخواستم من یادآوری کنم که خیلی سپاسگزارم. من میخوام بگم که ایرانی ها هم میتونن، شما در تاریخ نگاه بکنید که میبینید هرگز چنین نبوده. ایران هرگز به جای حمله نکرده مگر اینکه بهش حمله وارد شده. درست. و فقط تونسته با فرهنگ و ادب اونها رو مغلوب بکنه. بله. تشکر میکنم. سپاسگزارم. چیزی که ما رو بیشتر نگه داشته همین زبانمونه. به همین دلیل هم به این زبان خیلی داره حمله میشه. انگلیس ها با تمام قدرتشون در هندوستان فشار آوردن و نذاشتن زبان رسمی هند که زبان فارسی بود به فارسی بمونه. گفتن زبان رسمی رو انگلیسی کنید. فقط برای اینکه از این زبان میترسیدن. هم اکنون 150 میلیون، حدود 150 میلیون در جنوب خاوری، جنوب باختری آسیا به فارسی سخن میگن و این زبانی است که جلوی زبان تازی هم مقاومت کرد. بر روی برنامه ما در اینجا به پایان رسید. با سپاس از دوستان و همکاران اتاق فرمان که با نهایت لطف و بزرگواری برنامه رو چرخاندن. با سپاس از دوستان ارجمندی که چه فرق نمی‌کنه، چه اون آذرآبادگانی ارجمند که من اونو هم میهن خودم میدونم، هرچند که او خود چه ایرانی ندونه، و با دوستان دیگری که با من همکاری کردن. همگی رو به خدا میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش. به دوستانی که پشت خطن پاسخ خواهم داد.